به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی ما عبدالله رضایی استاد مضمون ریاضی شما شاگردای عزیز و گرامی را خوش آمدید میگم به برنامه خودتان یعنی برنامه مکتب هادی خب شاگردای عزیز ما و شما ریاضی رو با هم دیگه میخوانیم درست است ریاضی صنف هشتم خب شاگردای عزیز فصل سوم مشابهت ها درس اول درست است یا جلسه اول ما و شماست ما و شما فصل دوم خلاص کردیم در درس قبل درست است اما فصل سوم شروع میکنیم مشابهت ها اگر دقت کنید شاگردای عزیز در اطراف ما در زندگی خود روزمره که ما و شما داریم در اطراف ما ما شکل های متفاوتی داریم که عین هم میباشد به عنوان مثال اردو دست ما اردود شما و شما چی است دقیقا این هم است انتباق پذیر است نه اردوش رو هم بان دقیقا منطبق میشه صحیح یا به عنوان مثال دو تا مثلث میتونیم بکشیم که دقیقا چه باشد عین هم باشد و یا چی میگیم بگیم اشکال منطبق یا دقیقا عین هم هستند ولی بعضی اشکال است که دقیقا عین هم نیست ولی شکل هم میتونه باشه مشابه هم میتونه باشه شبیه هم باشه صحیح است به عنوان مثال از خود شما چی میشه با کمره چی میکنیم با کمرا یک تا عکس میگیریم آلو عکس ممکنه ما در فتوشاپ بندازیم کوچکتر کنیم یا کلانترش کنیم سایز از کلان کنیم و کوچکتر کنیم سایز عکس سه در چهار باشد چهار در شش باشد با عنوان مثال فرق میکنه دیگه نه او هر دو عکس عکس شما چی میشه عین هم نیست ولی شکل هم شبیه هم هستن دیگه نه یکش کوچکتر است یکش کلانتر است سایز یا ما عکس خود شما اگر ما مقایسه کنیم خب عکس خرد است دیگه ولی خب شما کلان هستین درست است ولی چی دقیقا عین هم نیست ولی شبیه هم است به اینا میگیم چی اشکال مشا... متشابه یا مشابه بهش میگیم پس فصل سوی ما و شما که مشابهت ها هست انمی سمی اما شما همی عنوان ها را میخوانیم چی شکل هایی که عین هم نیستن دقیقا عین هم نیست ولی شبیه هم هستند درست است خب قبلی که بریم درس شروع کنیم شاگرد از این یک تا مگ مختصر براتون تشریح کردم که چی هست؟ اول قرار بود که کارخانه گیری ما روان کنین درست است یانه کارخانه گیری از چه طریق روان میکردین از طریق واتس اپ نمبرشو بخونین خودتان 9209649 780 255 40 13 اگر کدام سوالی هم دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبری که به شما خواندم درست است خب ما شما چه عنوانهایی هایی رو در ای درس امروز میخوانیم دو عنوان رو میخوانیم یک اشکال متشابه را میخوانیم یعنی شکل های متشابه درست است یا مشابه هم گفته میشه فرق نمی کنه متشابه یا مشابه و بعد دو چی میخوانیم چند زلیهای های متشابه را میخوانیم که چند زلی که ما و شما داریم چهار زلعی 5زلی سه فرق نمی کنه سیست که دو چند زلعی که ما و شما داریم چه رقم متشابه میشه یا مشابه میشه که ما برای برای چی میمانیم چند تا شرط میمانیم میگیم اگر این شرط ها برقرار باشد اینی دو چند چی میشه با هم متشابه یا مشابه میشه سیست پس اول چی است اشکال متشابه خب شاگردای عزیز پس بریم سر تخته ما با شکل برد نشان که اشکال متشابه به چه شکل می باشد درست است خب شاگردای عزیز اشکال متشابه چی است یا مشابه به شکل گفتیم گفتیم که به عنوان مثال امی خودت با عکس خودت با کمره اکت اکس از شما میگیریم است؟ حال بین شما و او عکس چی میشه متشابه شما شبیه هم هستین عین عین هم که نیستین دقیقا مثل هم که نیستین عین هم نیستن نه اما شبیه هم هستین خب و چی است ما میگیم اشکال متشابه اشکالی که ما چند تا شرط برش میمانیم میگیم اجزای از چی است متناسب است یعنی چی اجزای از متناسب است متناسب یعنی به یک نسبت بزرگ شده یا به یک نسبت کوچک شده به عنوان مثال به عنوان مثال امی عکسی که با کمره از خودت گرفته میشه اگر به عنوان مثال فاصله بین هر دو چشم از ما و شما چی باشد به عنوان مثال 4 سانتی متر باشد سایز 4 سانتی متر فاصله بین دو چشم ما و شما باشه و فاصله بین دو گوش ما و شما 20 سانتی متر مثلا به عنوان مثال باشه درست است وقتی که عکس میگیریم فاصله بین دو چشم شما 4 سانتی متر میشه 1 سانتی متر ف... مثال است دیگه نه 1 سانتی متر میشه و چی میشه یعنی 4 برابر کوچکتر میشه از 4 به 1 سانتی متر میرسه و فاصله بین دو گوش شما که 20 سن... 20 سانتی متر است و باید چند شوه اون باید 4 برابر کوچکتر شوه یعنی چند شوه 5 سانتی متر شوه یعنی به یک نسبت کوچک یا بزرگ شده باشه اجزایی که اجزای اجزای اردو شکل درست است اگر فاصله بین دو چشم شما چهار برابر کوچکتر شده باشد یعنی چهار سانتی متر به یک سانتی متر تبدیل شده باشه اما فاصله بین دو گوش از ما و شما که 20 سانتی متر است بشه ده درست است ده سانتی متر شود خب شکل ما چی میشه شکل ما و شما کمی تغییر میکنه دیگه چی متشابه نیست اگر دقت کنید دامی دا کامرایی که اسنپ چت و گپاس دیگه نه؟ خیلی از تلفن ها شما هست که اسنپ چت دارید دوربین دا میگیره که شکل شما را تغییر میتنه دون تونه کوچک میکنه بینی تانو. کلان میکنه صحیح اینا دقیقا همینست همین تناسب را رعایت نمیکنه یعنی اجزا را به نسبت کوچک یا بزرگ نمیکنه فرق میکنه صحیح اون به او خاطر شکل چی میشه فرق میکنه درست است پس این از اشکال متشابه نکته از گفتیم اجزای از دو شکل باید چه باشد به با یک نسبت بزرگ یا کوچک شده باشد صحیح است اجزای یک شکل به یک نسبت به یک اندازه کوچک یا بزرگ کنیم شکلی حاصل چی میشه متشابه با شکل اول میشه درست است خب من سر تخته یک تا مثال برد میزنم دو تا مثلث متشابه برد میکشم درست است اجزایشون بعد نشان میتونم که چه رقم میشه خب ما شما یک تا مثلث داشته به این شکل به عنوان مثال به عنوان مثال به با این باشد. یک تا مثلس داشته باشید. مثلس A B C درست است. A B C یک تا مثلس داریم. اینی زل ما شما 3 است. اینی زل ما شما 4 است. و این زل چند است؟ 5 است. درسته است. زل B C 3 متر، زل A B 4 و زل A C 5 می باشد. خب. حالا یک مثلس دیگرم بکشیم به این شکل. یک تا مثلسه. کلانتر بکشم با عنوان مثال این زاویه چی باشد؟ نوت باشد؟ دی باشد A, D, E, F سیست؟ سی ای خب ایزول چند باشد؟ 9 سانتی متر باشد ایزول 12 و یا 15 سیست؟ این دو مثلث با هم چی است؟ متشابه است یا مشابه است اما دلایلش چی است؟ من زاویه از اینم باید بانم زاویه از این مثلا باشد چند زاویه این زاویه ای باشد چل درجه سیست یعنی چل باشد زاویه سی باشد پینجا درجه و زاویه بی هم که نوت درجه است مشخص است دیگه نه در اینجا اف ما و شما باید چند باشد باید چل باشد و دی ما و شما پینجا درجه باشد سیست پس یعنی دو مثلث ما باشیم شما که در اینجا داریم چی است این اردو با هم متشابه یا مشابه است چرا گفتیم اجزای متناظرش باید متناسب باشد یعنی به یک نسبت بزرگ شده باشد دقت کنید شاگردای عزیز بی سی چند سانتی متر است زل بی سی سه سانتی است اما در اینجا دی ای چی میشه 9 سانتی متر شده یعنی سه سه برابر شده شده نو صحیح و یعنی زل چار, چار چند برابر سه برابر شده یعنی سه برابر چند میشه؟ دوازده میشه و زل پنج سه برابر چند میشه؟ پانزده میشه سهیست؟ پس این سه تا زلش چی است؟ متناسب است اجزایش به یک نسبت بزرگ شده همه سه برابر شده ولی ممکنه بگید که استاد زاویه هایی که تغییر نکده این یعنی چل درجه است؟ اینی هم چل است این 50 یا پنجاس در اینجا است یعنی زاویه هیچ تغییری نمیکنه. صد فیصد زاویه با هم چی باشد؟ مساوی باشد. یعنی یک زاویه 90 داریم باید در دا اینجا حتما هم زاویه 90 باشد زاویه کلا نمیشه فقط زل آب یک نسبت بزرگ یا کوچک میشه درست است پس این نکته بسیار مهم است پس این هر دو مثلث با هم چی میشه متشابه میشه و این چه رقم نشان میدیم این چه رقم باید بنویسیم به شکل نوشته می میگیم که مثلث A B C این مثلث علامه‌ای که یا سمبولی که برای متشابه بودن یا مشابه بودن استفاده می‌کنیم. این است دقت کن این صحیح است ای چی میشه مثلث ABC متشابه است یا مشابه است با مثلث DEF -E ای F دی ای اف صحیح پس این علمه سمبول چی است سمبول متشابه بودن یا مشابه بودن این هر دو مثلث با هم چی است متشابه است پس دقت کن شاگردای عزیز از لا باید چه باشد متناسب یا اجزا باید متناسب باشه یعنی به یک نسبت بزرگ یا کوچک شده باشد یعنی به عنوان مثال اگر ما و شما این 15 ما و شما باشد 16 اگر باشد غلط است دیگه دیگه هر دو با هم متشابه نمیتونه باشد چرا چون سه سه برابرش 9 میشه 4 سه برابرش 12 میشه و 5 سه برابرش 15 میشه 16 نمیشه 5 باز 3 برابر بیشتر شده صحیح است پس باید چند حتما باید چند باشد 15 باشد اگر 15 باشه چی میشه این هر دو شکل متشابه میشه درست است خب و گفت به اینی سمبول سمبل چی است این سمبل متشابه میخوانیم یا مشابه فرق نمیکنه متشابه یا مشابه خوانده میشه صحیح پس اشکال متشابه رو فهمیدیم چی است اشکالی که عیناً شبیه هم نیست ولی اینان مثل هم نیست ولی شبیه هم است دقیقا چه کمی شباهت دارد دیگه نه یا میتونیم بگیم که اجزای از چی است متناسب است یعنی به یک نسبت بزرگ یا کوچک شده است و دقت دقت کنید دیگه چی زاویه ها باید دقیقا مساوی باشد یعنی زاویه 40 درجه که اینجا داریم در اینجا یک 40 درجه باید داشته باشیم و دقت کنید شاگردای عزیز زاویه ای که چه لس دیگه ما با دی مقایسه نمیکنیم با هم خود عین خودش باید مقایسه کنیم با اف باید مقایسه شوه ها سهیست زاویه بی ما شما که 90 درجه است دیگه با دی و اف مقایسه نمیشه با ای مقایسه میشه سهیس فهم چرا چی شد دیگه نه به ای بی و ای چی میگیم میگیم زاویه های چی یک به یک یا میگیم زاویه‌ای که نظیر هم باشد یعنی بی باید با ای مقایسه شود زاویه سی باید با زاویه دی مقایسه شود سهیست پس فامیل چه رقم شد دیگه نه؟ زل ای, ای سی با کدام زل است؟ با زل ای دی اف است وطر است دیگه در این مسلس قامزاوی است دیگه بزرگترین زل ما و شما چی میشه؟ وتر میشه در اینجا بزرگترین زل چی هست؟ دی هست. است؟ دی اف است سیست؟ پس ای سی با دی اف باید مقایسه شد ببینیم چند برابر شده تا اینجا فامیلی دیگه نه؟ پس اشکال متشابه اشکالی است که چی است؟ شبیه هم باشد و گفتیم چی اجزای از او باید تمام اجزا به یک نسبت بزرگ یا کوچک شده باشد درست است و از کدام سمبول استفاده می این سمبول این سمبول چی است متشابه بودن یا مشابه بودن دو تا شکل به ما و شما نشان می ریاضی سه خب شاگرد عزیز و گرامی اشکال متشابه یا اشکال مشابه را خواندیم و برای ما تشریح کردم و شکلم کشیدم براتون و سمبولش گفتیم با کدام سمبول نشان می درست است خب اما عنوان دوم چند های متشابه چند های متشابه چی شکل است به چه شکل می باشد من میرم تختر پاک می کنم و برای شکل میکشم کشم میگم که چه ویژگی هایی باید دو تا چند داشته باشد که با هم چی باشند متشابه باشند درست است پس بریم سر تخته تختر پاک کنم با شکل برد نشان بدم چند زلی های متشابه پس من نویشتن میکنم چند زلی های متشابه خب چند زلی های متشابه ما و شما اگر دو تا چند زلی داشته باشیم سه تا شرط برتان میمانم این شرط که نویشتن میکنم این شرط ها رو باید با هم دیگه برقرار باشد تا چی شود تا این دو چند زلی با هم چی باشد متشابه باشد شرط اول پس شرط اول ما شما چی است باید تعداد ازلاشان با هم چی باشد برابر باشد یعنی چی یعنی که ما یک سه زلی ما و شما هیچ وقت با یک چهار زلی نمیتونه متشابه باشد چون سه زل است چهار است درست است پس چهار زلی میتونه با چهار زلی متشابه باشد سه زلی میتونه با سه زلی متشابه باشد پنج زلی میتونه با پنج زلی یک پنج زلی با یک چهار زلی هیچ وقت متشابه نمیشه صحیح پس چی میگیم تعداد اضلاع برابر باشد تعداد اضلاع برابر باشد پس شرط اول ما شما چی شد تعداد از لا باید چی باشد برابر باشد یعنی چارزلی با چارزلی باید مقایسه شده که آیا متشابه هست یا نه اگر یک چارزلی داشتیم یک تا سیزلی میگیم میاردو متشابه شده نمیتونن با هم درست است چون تعداد اضلاعشون با هم برابر نیست بعضی از کتابا به جای تعداد اضلاع تعداد رأس ها گفته میشه فرق نمیکنه صحیح است یعنی یک چارزلی ما و شما چهار تا رأس دارد یک زلی ما و شما سه تا رأس دارد چی رأس بگیم چی زل بگیم فرقی نمیکنه و شرط دوم شرط دوم میگیم زاویه ها باید با هم چی باشد برابر باشد البته همه زاویه نه اما زاویه که با هم زاویه مقایسه میشه در شکل قبل براتون کشیدم دیگه گفتیم زاویه ای با نام مثلا زاویه 90 درجه در مثلث اول با زاویه 90 دوم باید مقایسه شود درست است پس زاویه ها باید با هم چی باشد برابر باشد زاویه هایی که هر زاویه با هم زاویه خودش که مقایسه میشه صحیح است پس زاویه ها باید با هم چی باشد برابر باشد زاویه ها با هم بیا بگیم زاویه ها برابر باشد زاویه های مورد نظر نوشته می کنیم زاویه های مورد نظر به بهتر است زاویه های مورد نظر زاویه های مورد نظر با هم برابر باشند صحیح اما شرط سوم ازلا باید چی باشد یا زل متناسب باشد یعنی چی یعنی به یک نسبت بزرگ یا کوچک شده باشد یعنی اگر یک زل ما و شما دو برابر شده است زل دیگه باید 100 درصد دو برابر شده باشد اگر یک زل دو برابر شده باشد یک زل دیگه سه برابر شده باشد میگیم که چی است او ش شا... دو با هم متشابه نیستند پس میگیم ازلا متناسب باشد ازلا متناسب باشند سعیف پس چه شد؟ زاوی های مرور نظر باید با هم برابر باشد از لا چی باشد؟ متناسب باشد از لا متناسب باشد خب ما دو تا شکل برتان میکشم و نشان میدونم که دو آیه با هم چی هست؟ متشابه هست یا نه؟ به عنوان مثال ما چنین شکل داشته باشیم یعنی چارزلی ما و شما باشد اه بی سی دی درست است ای بی ما شما یک باشد بی سی ما شما دو باشد سه باشد و چهار باشد و زلی دیگر چار زلی ما شما دیگر در اینجا میکشم کلانتر بخواهیم بیکشم. به این صورت اینی دو باشد اینی چهار باشد شش باشد و هشت باشد ای بی سی دی ای زبر بی زبر دقت کنید شاگرد عزیز چی است اینی خطا که بالش میمونیم ای ای زبر میخوانیم درست است میتونیم دیگه نام بونیم ای بی سی دی ای اف جی اچ مثلا بونیم فرق نمی کنه ولی در ریاضیات خیلی جای استفاده میشه ای است ایره ای زبر میخوانیم سی است بی است بی زبر سی میشه چی سی زبر دی چی میشه دی زبر چون میخوایم که چی شد دی با دی زبر مقایسه شه و خاطر می میکنیم در کتاب هم نگاه کنید از این استفاده کرده سی است پس دقت کنید شاگرد عزیز این دو چند ولیست چهار ولیست هم چهار ولیست چهار ولیست آیا یاردو ای ای دو با هم متشابه هستند میرم چک میکنیم شرط اول تعداد ازلاش برابر است یا نه یعنی, یعنی چهار تا زل دارد هم چهار تا زل دارد بله پس شرط اول برقرار است درست است پس شرط اول برقرار است اما شرط دوم زاویه های مورد نظر باید با هم چی باشد برابر باشد زاویه ای ما و شما دقیقاً با زاویه ای زبر باید مقایسه شود درست است که ای با ای زبر چی است دقیقاً با هم مساوی است دشک شک میبینیم نه اگر ما و شما یک تا نقاله داشته باشیم با نقاله چک کنیم با هم چی میشه مساوی میشه درست است زاوی بی ما و شما با زاوی بی زبر باید مقایسه شود که با هم چی است مساوی است زاوی سی با زاوی سی زبر صحیح است مساوی و زاوی دی, با دی زبر چی است با هم دیگه مساوی است پس زاویه ا با ا زبر بی با بی زبر سی با سی زبر و دی هم با دی زبر مقایسه میشه که با هم چی است مساوی است پس زاویه های مرد نظر با هم چی است برابر است این مرد نظر منظور ما که تو ای دیگه با دی زبر مقایسه نکو ای با با زبر باید مقایسه شود درست است پس مرد نظر همین است منظورش است و شرط سوم ازلا متناسب باشد یعنی زیل های ما و شما به یک نسبت بزرگ یا کوچک شده باشد زیل ای بی ما و شما چند است یک است در اینجا چند شده دو شده دو برابر شده صحیح دو چند شده دیگه نه زیل بی سی ما و شما چند است دو است در اینجا دو برابر چند میشه چهار آفرین زیل سی دی چند است سه سانتی متر اینجا چند شده شش یه هم دو برابر شده است و آخری زل ادی ما و شما چند است چهار سانتی متر شده چند هشت سانتی متر پس یه هم دو برابر شده است یعنی زلای ما و شما چی است همهشان به یک نسبت بزرگ شده است به یک اندازه بزرگ شده همهشون دو برابر شده است پس میگیم عضلای شست متناسب است اما این چرا رقم نشان میدیم این بود متناسب بودن دقت کنید چه گردی نشان میدیم متناسب بودن ما اینجا نوشتم میکنم میگم که چی به شک میتونیم نشته کنیم بگیم ای بی با زل که مورد نظر خودش باشد ای زبر بی زبر است دیگه نه میتونیم به نشته کنیم که ای بی بر روی ای زبر بی زبر نسبتش رو بسازیم نسبت خود ما شما خواندیم دیگه نسبت کسر دیگه نه بسازیم چند میشه میشه یک بر دو اعداد شما یک بر دو یک بر دو بعد بیا چی کن بی سی را با بی, بی زبر سی زبر مخواهد. نسبتش بساز اون هم میشه چند دوی بر چار پس چی است ای چند شد؟ ای جواب شد یک بر دو سایست؟ بی سی بر بی زبر سی زبر این هم چند میشه؟ این هم میشه دوی بر چار دوی بر چار ما شما اگر اختصار کنیم به دو اختصار کنیم میشه یکی بر دو با هم چی هست؟ با دقیقا با این مساوی میشه سی دیره به نسبت به سی زبر دی زبر بساز چند میشه؟ او هم میشه سه بر 6 اگر اختصار کنیم او میشه یکی بر دو و ای دی به بر روی ای زبر دی زبر باند میشه چهار بر هشت او هم میشه یک بر دو سهیست پس به این شکل ما شما میفهمیم که ازلایشان چی است متناسب است یعنی باید نسبت ازلا رو بیایی بسازی نوشته کنی و جواب آخر وقت اختصار کردی اگر یکی شد میگیم چی است متناسب است اما اگر یکی نشد میگیم متناسب نیست ممکنه بعضی شما سوال کنید که استاد ما اگر دو را بالا بانم در صورت بانم یک در مخرج بانم به اینجا به دو بر یک بر دو نشه دو بر یک دوام فرق نمیکنه فقط نکتهش همیست همین است باید فکرتان باشه چقدر عزیز دقت کنید فکرتان باشد که اگر در کسر اول در نسبت اول شما یک زل از, م... از شکل بزرگتر در صورت میمانین و شکل کوچکتر در مخرج میمانین در دیگه به با همین باشد زل های چند زلی بزرگتر در صورت باید باشد صحیح پس اگر ما ایر ما و شما ای زبر بی زبر در صورت بانیم ای بیر در مخرج بانیم میشه دوی بر یک دهی باید بی, س... بی زبر سی زبر در صورت بانیم بی بر سی در, بی در مخرج بانیم او میشه چار بر دو که او هم اختصار کنیم میشه دو سایس پس فهم دیگه رقم شد دیگه نه پس فرق نمیکنه کدام در کدام در صورت بانیم کدام در کوچه در مخرج فقط اگر شما کوچکتر از لای کوچکتر در صورت مانند کل لای کوچکتر باید در صورت باشد که نسبت های شما شما چی بشه یکی شود فاز چه شد دیگه نه این نسبت ها رو جور میکنی. اگر با هم مفاهی بود میگیم از چی هست؟ متناسب است پس سه تا شرط چی است اینجا برقرار است یک تعداد از برابر است چهار زلی زلی دو زاویه های مرد نظر با هم مساوی است بله زاویه ا با ا زبر مساوی است بی با زی بی زبر سی با سی زبر دی با دی زبر و شرط آخر از متناسب است بله چون نسبت از جور کردم و دیدم همشون یکی بر دو میشه یا همشون دوی بر یک میتونه باشه صحیح پس سه تا شرط برقرار است پس میگیم که چارزلیه ای بی سی دی متشابه است یعنی سمبول گفتیم چه سمبول تشابه یا مشابه بودن متشابه است با چهارزلی A زبر B زبر سی زبر دی زبر درست است پس چی شد شاگردهای عزیز و گرامی چند های متشابه یک تا مثال هم برای شما کار کدم. درست است پس اینی سه تا شرط باید چی داشته باشد دو تا چند زلی که با هم چی باشد متشابه باشد درست است فهمیدی چی رقم شد دیگه نه حالا یک سوال شاگردهای عزیز آیا هر دو مربع دلخواه با هم میتونه متشابه باشد هر دو مربع دلخواه که بکشید بگین خودتان آفرین بعضی‌ها گفت در بله میتونه چون هر دو تا مربع دلخواهی که ما و شما بکشیم در اینجا بونان مثال میکشم یک تا مربع خرد میکشم یک تا مربع کلان میکشم خب مربع چی است شاگرد عزیز چارز لیست پس چی است هر دو مربع دلخواه چهار لیست پس شرط اول دارد شرط دوم چی است زاویه های مرد نظر باید با هم برابر باشد خب مربع چهار تا زاویه چند است همیشه 90 است دیگه 90 درجه فرق نمیکنه مربع ما شما کلان باشد یا خرد باشد پس شرط دوم چی است برقرار است زاویه مرو نظر با هم همه با هم برابر است درست است یعنی با این مقایسه میشه 90 یعنی زاویه با این مقایسه میشه 90 با هم شرط دوم برقرار است شرط سوم از متناسب است یعنی از هم متناسب است چرا به مثال اینی یک سانتی متر باشد خب ما شما میفهمیم مربع 4 تا از با هم چی است مساوی است یک باشد یا یک است یک است نیم هر چی میتونه باشه دو باشه سه باشه پنج روشد. فرق نمیکنه به مثال پنج باشد یعنی 5 باشد دیگه پس وقتی که این پس این پایین 5 پنج میشه یعنی پنج برابر شده یعنی هم پنج برابر شده کلشان پنج برابر میشه پس مشکل ندارد پس دو تا مربع دلخوا با همدیگه همیشه چی متشابه یا مشابه میتونه باشه 100 درصد است سوال شاگردای عزیز آیا دو تا مستطیل دلخوا با هم متشابه است آیا دو مستطیل دلخوا با هم متشابه است دقت کنید دا بسیار مهم است آیا دو مستطیل دلخوا با هم متشابه است میگیم نه خیر نمیتونه باشه دلخوا ما میتونیم مستطیل متشابه بکشیم اما گفتیم آیا دو مستطیل دلخوا هر دو مستطیل بکشی با هم دیگه متشابه است میگیم نه خیر درست زاویه از 90 درجه است دو مستطیل زاویه همیشه 90 درجه است نه با نام نسان ما یک تا مستطیل به شکل میکشم زاویه 90 است درست است طول از این با نام 4 میکشم و عرض از این 3 میکشم صحیح است حالا یک تا مستطیل میکشم به این شکل با عنوان به شکل تو لمو است اما عرض از یک شوه مستطیل است دیگه زاویه درست است 90 درجه میشه صحیح است زاویه کلش 90 درجه است شرط اول برقرار است تعداد اضلاع با هم مساوی است شرط دوم زاویه هم با هم مساوی هستند هر دوش هر چهار 90 90 درجه است اما شرط سوم برقرار نیست چون چی است این یک شده سه فیست یک عرض از چند است یک سنتیمتر شده سه برابر شده اما همو چهار همون چهار مانده اگر بخواید متشابه بشه این باید چند باید دوازده شوه این باید 12 شوه سه،, سه سه برابر شوه دیگه نه 4 دوازده، 12 پس آیا هر دو مستطیل دلخوا با متشابه است میگیم نخیر میتونه متشابه نباشد سوال آیا هر دو مثلث با هم متشابه است میگیم نخیر چون مثلث های متفاوت میتونیم بکشیم آیا هر دو مثلث متساوی الاضلاع با هم متشابه است دقت کنید چگردای عزیز مثلث های متساوی الاضلاع مثلث است که سه تا ضلع آنها با هم چی است برابر است و زاویه های آنها 60 درجه میشه درست است پس این است بله آیا هر دو مثلث متساوی الاضلاع با هم متشابه است میگیم چی بله متشابه میباشه درست است خب شاگردای عزیز و گرامی پس چند های متشابه را ما و شما خواندیم و با شک برتون مثال زدم و تشریح کردم و فامیده چه رقم شد دیگه نه سه تا شرط داشت چه بود شرط اول شرط اول گفتیم تعداد از با چه باشد برابر باشد شرط دوم زاویه های مرو نظر باید با هم چه باشد برابر یا مساوی باشد و شرط سوم از باید چه باشد متناسب باشد یعنی به یک نسبت بزرگ یا کوچک شده باشد پس ما و شما چی است عنوان دومم خواندیم چند متشابه خب شاگردای عزیز کارخانگی تمرین های صفحه 70 و 72 کتاب باید حل کنید به ما روان کنید از طریق واتس اپ نمبر است 2094 780 255, اگر کدام سوالی هم دارید میتونید با ما در ارتباط شدید از طریق همین نمبر که به شما خواندم خب شاگردای عزیز و گرامی پایان درس اول از فصل سوم درست است درس اول از فصل سوم ما و شماست خب شاگرده عزیز مانده نباشین بخیر باشین شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم.